دموکراسی تو دنیا شد گفتمان برتر، گفتمان جهانی، و حق تعیین سرنوشت شد مهمترین حق، و در نتیجه انتخابات هم شد حرف اول. تمام کشورهای کمونیستی که در امریکای لاتین قبلا با انقلاب میمدن روی کار و رقباشون هم معمولا نظامیان بودن، امروز تقریبا بدون استثنا با انتخابات میان سر، انتخابات آزاد. میگن چرا شما میگه تفاوت اتفاق افتاده؟ ما تو دهه اول انقلاب ما در قیاس با انقلاب نیکاراگوئه که همزاد ما بود، ما دموکراتیک بودیم، اونا استبدادی، و در دهه دوم و سوم اونا شدن آزاد، ما شدیم انسدادی. انتخابات 100% آزاد برگزار شد. چه اورتگا رای گیره، چه رقیبش که متمایل میگن به آمریکاست و از اون طریق، اگه اشتباه نکنم خانم چامورا رای بود و پیروز شد. یعنی یه اتفاق اینجا افتاده، اینجوری نیستش که نیفته. یعنی ما تو عصر گفتمان انقلابی غیر دموکراتیک تنها انقلابی بودیم که با انتخابات و همه پرسی و این روش آمدیم سر کار، و بعد از یک دهه درست همزمان با اینکه دنیا به اینجا رسید و از جمله انقلاب ها اینجا رسیدن که تنها راه انتخابات آزاده، ما رفتیم به سمت بسته کردن انتخابات. به همین دلیل من اون نقطه‌ای که معتقدم انحراف اساسی صورت گرفت و ما علی‌رغم افشاگری و مخالفت در مورد اون کوتاهی کردیم، متناسب با عمق فاجعه برخورد نکردیم، سال 1370 و اینکه انتخابات با نظارت استثباری و این تفسیر مواجه شد. یعنی جای نظارت ملت بر انتخابات و بر حکومت، نظارت یه عده خاصی شد بر انتخابات و بر ملت، و هر چه اومدیم جلو این بسته تر شده، نظامی تر شده، و الان که دیگه دارن کاملا دیگه میبرنن. حتی جنبش صد دیگه رایی هم برشون نذاشته، چون انتخابات در آینده به نظر من تو ایران یا رسوا و شاهنشاهی برگزار میشه یا آزاد. رای سومی وجود نداره، رای سومی که این سالهای اخیر ما اومده بودیم و درگیرش شده بودیم. یک چند دوتا مسیره که حالا باید ببینیم مجموعه عوامل و نیروها به کدوم سمت حرکت. خب ما گفتمان جهانی عوض شد، شد دموکراسی جای دیکتاتوری، جنگ هم نداشتیم، دوره صلح اومدیم. تو همه جای دنیا دوره صلح دوره گشایش، همچون که دوره فردگرایی هم هست، و دوره جنگ دوره بسته شدن، همچون که دوره جنگ جمع‌گرایی. تروریسم هم که نداشتیم، معاش شده بود با یه تک و توکیم مجاهدین خلق به تلاش مظلومانه میکرد، ولی عددی نبود، قابل قیاس نبود با اونچه که در به خصوص سال 60 ما توی جامعه همون داشتیم. تجربه هم بیدی کرده بودیم. به جای دموکراسی بیشتر عملا شعار شد که پیش به سوی استبداد. این معناش اینه که ما بله در دهه اول خطا داشتیم، ما نقض حقوق بشر داشتیم، ما خیلی محدودیت رو ایجاد کرده بودیم، اما یه اصولی حفظ شده بود که علل قاعده باید بعد از جنگ، و حالا اون وقت که نمیدونستیم قرار نظام شوروی فرو بپاشه و دموکراسی بشه گفتمان جهانی، ولی وقتی اتفاق افتاد بعد ما فضامون خیلی بازتر میشد، اونم با یه عنصر جدیدی که وارد شده به عنوان گسترش ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی، اینترنت، ماهواره، موبایل، که خود اینا به تنهایی استبداد شکنه، چون یکی از مهمترین پایه‌ها و ابزارهای استبداد که انحصار اطلاع رسانی باشه از اون میگیره. درست تو این شرایط رفتیم به سمت انسداد بیشتر و بستن فضا، و بعد حتما یه انحرافی اتفاق افتاده. اون انحراف این بود واقعا به جای میزان رأی ملت هست شد میزان رأی یه نفر. فکر میکنید چرا اینقدر اصرار دارن بگن نظام ما ولایی نه جمهوری اسلامی؟ اصلا این بحثی که در دهه اول انقلاب در زمان امام اصلا مطرح نبود، کسی جرأت نداشت مطرح کنه. یه بار مطرح کردن که دیانت ما این سیاست ماست، و چون هیچ کس بیشتر از مجتهدین دیانت رو نمیفهمه، کسی بیشتر از اینا سیاست رو نمیفهمه، بنابراین بقیه قشرا باید روحانیت لیست بده، اگه رقابتی هم از تو خود روحانیت باشه، بقیه بگن یا ما این لیست رو قبول داریم یا اون لیست رو.
یادتونه امام چه برخوردی کرد؟ گفت یه توطئه است بدتر از توطئه جدایی دین از سیاست، چون تو اون توطئه روحانیت رو و بخش قابل توجهی از ملت رو به تبع روحانیت از سیاست دور میکرد. گفت تو این توطئه کل ملت رو در از سیاست دور میکنه و سیاست میشه در اختیار 200 تا پیر مرد ملا به تعبیر خوده امام تا 500 تا مثلا مشتری یا تو قوم و شهرستان های مختلف وجود داره. چرا میگن نظام ولایی؟ چرا اصرار دارم میگن جمهوری اسلامی باید بکنیم به حکومت اسلامی؟ جزوات که نوشتن که ما تبدیل جمهوری اسلامی اول دولت رو اسلامی میکنیم و بعد جامعه رو اسلامی میکنیم، گویی تا حالا جامعه ما کافر بود، حالا قرار این آقای میدومدن از این باید اسلامی بشه. هر تو اسم مستعار چیزه، اول دولت رو نظامی میکنیم و بعد جامعه رو تبدیل میکنیم به پادگان، چون این فکر از نظر من خوارجی جز تو پادگان و اردوگاه امکان نداره بتونه به حیات خودش ادامه بده. همچنان که نقیض این فکر هم که مال مجاهدین خلقه، اونا هم جز اردوگاه و پادگان امکان نداره بتونه زندگی بکنه. یا خونه تیمی باید باشه و بجنگن یا باید تو اردوگاه باشن. نمیتونم توی فضای باز تنفس کنم. فضای باز برای ریه‌ها و مجموع بدن اینو ناسازگار، امکان نداره بتونن با اون مناسبات بسته و عقب افتاده رو که مثلا یکی همسرش رو طلاق بده اون یکی بگیره بعد اسمش رو بذارن انقلاب ایدئولوژیک تو قرن بیستم. خب این اتفاق افتاده، نقطه انحرافشان خیلی روشن. اون طرفش هم راه حلش اینه که تمام زورمون بزنیم برای اینکه باز به این حقه برگردیم. ما از نظر من، ما هم میدانیم چی نمیخواهیم، هم میدانیم چه میخواهیم. نمونش اینه، شما نظرسنجی بکنید توی عموم مردم، مهمترین سوالاتی که ازش بپرسید ببینید 50% به بالای مردم در مورد اون اتفاق نظر دارن یا ندارن. مثلا بگید آقا شما انتخابات آزاد میخواید یا نمیخواید، آزادی مطبوعات میخواید یا نمیخواید، آزادی احزاب میخواید یا نمیخواید، یا مثلا آقای احمدی نژاد قبول دارید که باید جامعه تک حزبی باشه، رقابت تو انتخابات میخواید یا نمیخواید، یا مثلا ایشون میگه که جناح بندی باعث میشه که آرمان های ما نابود بشن و از بین برن، سبک آزاد زندگی میخواید یا نمیخواید، هر کس خود هر جور که دلش بخواد زندگی کنه یا حتما باید دولت به اون تعیین کنه که آقا باید این گونه زندگی بکنه یا نه. درست مثل خیلی از ورزش‌ها هستش که فقط با حضور در میدان ممکنه طرف ورزشکار برجسته بشه. آزمایشگاهی و مثلا عرض به حضور شما توی محیط‌های بسته‌ای که باید اینجوری مثلا شنا کرد یا اینجوری باید فوتبال کرد. نه، بعضی چیز هستش که فقط تو عمل امکان ورزیدن در او ممکن است. یکیش خود علوم انسانی که میتونه، چرا علوم انسانی ما تقلید کنه مقلده و نمیتونه حرف بزنه؟ هم میگن چون غربیه. نه، چون آزادی نیست که این تظاهر به افکار ایجاد بشود و تا از درون این همین ملت که تو خیلی از رشته‌ها تونستن حرف اول بزنن، تو این رشته حرف اول بزنن. من وقتی با ازون صحبت میکردم گفتش که اینها غربی هستن و نگران کنن. گفتم خب مگه توی جامعه اسلامی فلسفه از غرب نیومد توی بین مسلمان؟ همون هم که همونجا خیلی هم مخالف شد. اما افتخار آقای مطهری اینه که وقتی فلسفه از یونان اومد در اینجا به تبعید از قول مرحوم علاوه استادش میگوه که آقا مثلا فرض کنید 69 تا مثلا مسئله داشت و موضوع داشت و در جهان اسلام مثلا به 220 تا موضوع گسترش بده که و روشت کرد، یعنی ما هضمش کردیم و بعد سعی کردیم توی این بحث شرکت بکنیم و اساسا از غربی‌ها بعدش از طریق مسلمان‌ها و کتبی که نوع مسلمان به عربی می‌نوشتن تونستن دوباره به ارسطو و افلاطون و غیره دسترسی پیدا بکنن. و ما اصلا لفظ فلسفه هم که غرب بوده، ما الان جامعه شناسی رو ترجمه کردیم گرفتیم، نه اون وقت خود لفظ رو هم گرفتن. ولی ما مفرخریم که بله خوب گرفت از غرب اومده ولی علم که وطن نداره که. البته رو جهان اسلام خیلی هم بودن که باش مخالف بودن. به هر حال ما توی این عرض به حضور شما که جامعه که داریم زندگی میکنیم، اون چی که داریم میبینیم این هستش که
30 سال بعد از پیروزی انقلاب علل قاعده باید بگیم چون حکومت در اختیار مسلمان‌ها بوده و انقلابیون کشور رو اداره کردن با هر گرایش که داشتن، علل قاعده باید بگیم مردم در این 30 سال رشیدتر شد. چون اگر کسی بگه مردم تو این 30 سال عقب افتادن نسبت به اول انقلاب، این معناش اینه که جمهوری اسلامی شکست کامل خورد. تردید داشتن دیگه، هیچ دلیل دیگه نداشتن که جمهوری اسلامی شکست خورده الا اینکه بگیم آقا مردم 30 سال پیش آگاه تر از امروز بودن، ولی ما شکست خوردیم برای که رژیم شاه با اون فضای بسته مردم انقدر آگاهی پیدا کردن که نسبت به یک انقلاب رژیمی برخیزن، انقلاب بکنن و یه نظام جدید تأسیس کنن، بعد 30 سال ما حکومت بکنیم و بعد بگیم که آقا مردم نمیفهم و روز روز باید دایره رو بسته تر. بسته کردن دایره نظارت بر انتخابات توهین به ملت و اعلام شکست سیاست های ماست. فکرم نکنید که مثلا بعضی از این آقایون ما میگیم انتخابات آزاد، وقتی میشه فقط از انتخابات صورت نه آزادشون بزن چیز روی اینه که مثلا عادت ندارن یا آزادی به زبانشون نمیاد. آقای جنتی یکی به محض اینکه انتخابات فلسطین یا لبنان یا عراق یا افغانستان میشه یه رفت دیدید آزادی هایت دهنش بندازه، انتخابات باید آزاد برگزار شد. حالا کجا باید آزاد برگزار؟ در عراقی که صدام حسین رادیو دو موج هم نمیذاشت مردم داشته باشن. این مردم صلاحیت و شایستگی این که انتخابات آزاد شرکت کنن دارن. ما 30 سال بعد از انقلاب، مایی که انقلاب رو چون مرزم این بود اگر مردم نابالغ باشن انقلاب کرده باشن که اساس نظام زیر سوال، فرض اون که مردم بالغ شدن و اگه مردم تو استبداد بالغ بشن که علل قاعده باید دموکراسی بالغتر بشن. محدودیت بیشتر یعنی اعلام شکستمون. یه وقت بازجو به من گفتش که شما میگی انتخابات آزاد، 100% آزاد، حالا اگه اومدیم انتخابات آزاد گذاشتیم یه بهایی شد رئیس جمهور چیکار میکنیم؟ گفتم اولین کاری که میکنم میگم خاک بر سر من و شما. 30 سال حکومت دستمون بوده، جامعه رو به گونه ای اداره کردیم که این همه رقیب مسلمون بودن، مردم رفتن به بهایی رای دادن. و اگر هیچ دلیل نداشت جز اینکه ما غیر از اینکه ما تو 30 سال الا همین انتخاب ما شکست خوردیم، گفتم من حتی اعتقاد ندارم یه همچه اتفاقی میفته بابا، ولی شما که نگران هستید این معنا شکست اعلام شکست ماست. به علاوه حالا اومدی الان به زور استصواب جلوشو گرفتی، خب دو سال دیگه چیکار میکنی؟ چون این مسیری که شما دارید میرید دو سال دیگه اون با یه حماسه پیروز میشه دیگه، فقط با یه انتخابات پیروز نمیشه. چون معلومه یه سیاست هایی بوده که رسیده به اینکه به باهایی برسته. البته گفتم بهشون این با تبلیغات شما که ما 25 میلیون هستیم و نمیدونم ایران همه ایران برای ما قش میکنن و طرفدار ما هستن نمیخونه با کسی که بالاخره 25 میلیون رای داره که نباید رفتارش رفتار یک اقلیت مضطرب نگران. بهشون گفتم ببینید ما تو دو خرداد 20 میلیون که رای بردیم، تنها انتقادی که ما تو اون مقطع وارد بودیم بود که شما زیادی مغرور شدید، دیگران رو به حساب نمیارید. 20 میلیون رای اردن مدت رفتار اون انتخاب آزاد، هر کی میخواد بیاد، احزاب آزاد، انجوها آزاد، مطبوعات آزاد، برای اینکه اون نگران هم ملت آگاه هم رشید انتخاب کردن فردا اسلام تو آزادی انتخاب کنن با حقش. شما میگید ما 25 میلیون رای بردیم، بیشتر از شما رای بردیم، ولی رفتارتون رفتار جنای 5 میلیونیه، یه جناح اقلیت شکست خورده که اگه یک ذره فضا باز بشه همه چیز می‌ریزه. نیم ساعت برای من سخنرانی کرد یکشون که این مردم ما چنان بصیر هستن که خلاصه توپ نمی‌تونه تکونشون بده. بسیار یه مناظره در مورد همین انتخابات بین من و یکی از کسایی که شما صاحب نظرن بذارید تلویزیون یه ساعت دو ساعت بصیر هم یه اتفاقی نمی‌افته که گفت من موافقم. گفتم شوخی نکن سر عثمان میزنم من مناظره کنم بودی تازه ما وقت اطلاع اونجا از همون سلول با میشیم یه مناظره کنم نه نمیم بیرون بیام این چه خبره توی ماه چه اتفاقی افتاده چه اسناد و مداره که هست با این چه بصیرتی تو باید یه ساعت مناظره
فرو میریزیم. شما میگید ما اکثریت هستیم و کجای دنیا اکثریت رابطش با انتخابات آزاد رابطه جن و بسم الله است؟ خب برای که ما رو تحقیر کنید بگید که آقا این انتخابات ما رأی آوردیم، شما رأی نیاوردید، انتخابات بعدی رو چنان آزاد برگزار میکنیم که دنیا به پا بفهمه ما 25 میلیونیم شما هم 13. ولی توی یک سال دو سه ماه گذشته جز تهدید و دعوت به بسته شدن انتخابات چیزی شنیدیم؟